المحترم سارة منش د افغانستان د ملي ټلویزیون د نشراتو د رئیس خیلی کوم چې د سټیج سره تشریف راوړي وخت خوښ شه هر یک شما دوستای عزیز به اجازه محترم احمد صاحب ایرادی صاحب انجینر صاحب عبدالرحمن و انجینر صاحب احسان هستن و مسعود و آقا صاحب دوستای عزیز خدمتتان عرض برسانم که امروز برنامه آینده سازان 3 ساله و 3 روز شد. از کسانی که این برنامه را آنطوری که احمدی صاحب اشاره کردن ایجاد کرده و اظهار سپاس و قدردانی بکنیم، مثلا فریده جان. فریده جانی که من در گذشته ها میدیدم که با چی تلاش و سعی فراوان و به این چی یک آتش میخواست برنامهش رنگین شود و همیش پشت کار خود میگشت، اما تو نور آقا جان و پیشتر تبصره شد که همیرا جان هدی یکی از دستاورده های بسیار شازه که رادیو تلویزیون ملی در بخش ویندگی بهش افتخار میکنن دستاورد تحقیق کرد. مثل همیرا جان ما که میبینم در برنامه خبری آینده سازان بچه های جوان، دخترای جوانی که هر کدامشان مستحیل هستند و قد راست کردن و زمین اساس شدن برای آینده نگری و بر پختگی برنامه خود. در کنار از این دوستایی که خدمتان عرض کردم، اداره روزنه، اداره روزنه که همیشه این برنامه از برای از این اداره تحت راست کرد و خود نمایان کرد در نشرات، مسئولین که پیشتر شما نام گرفتید، حال در رأسش محترم واسی احمدی است، توری آلک جان و نجیب جان و هموین جان و دیگر دوستایی که اینجا پشت نسیم جان پشت کمره هست، همیشه آینده سازان هست مثل این که آینده خود را نگاه بکنن کمک و یاری رسانه. خب گپ به درازا نمی کشیم، من صحبت مختصری داشتم با احسان جان، مسئول فری وایس یا صدای آزاد عالم. احسان جان جوان است که فکر می کنم که با تفاهم با ریاست نشرات تلویزیون، اداره روزنه و رهبری تلویزیون تفاهمی را ایجاد کرده و خلق کرده که این آیندنگری بسیار خوب و دقیق است برای برنامه ها. تشکر از همه شما، ما برای موفقیت و شادکرمی هر یک از اطفال از این برنامه، پرودوسران، دایرکتران و کسایی که برنامه را رهبری میکنند، روزای خوش، موفقیت سال بزرگ و آینده درخشان از خداوند میخواهیم. تشکر.
مرد اوکراینی هستم که چند لحظه با شما صحبت دارم. بعد از عرض سلام و ادب خدمت حضور گرامی و بخصوص اطفال بسیار نازنینی که مرجمع جمع هستند و سیونین سالگشت برنامه آینده سازان و تجلیل نشستن و این روز ما برنامه از حیات رهبری کابل بانک و خصوص آقای شیرخان فرمود رئیس کابل بانک و شان تبریک و تحریت ارز و جا داره که من یک دارم از فعالیت های کابل بانک یادآوری بکنم که کابل بانک هم در نظر داره که در برای تعداد از اطفال در حدود تعداد 10 نفر از اطفال که هر کدامش چک‌های را تفویض خواهد کرد تا اوی 5000 افغانی خواهد بود. بسیار زیاد تشکر از شما.